سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتل هایی در ایران میپردازیم پرونده قتل هایی که در سال 1382 و در شهر ری اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتلها ها هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید سال 82 به عنوان باسپورس شعبه سوم یعنی شعبه جنایی و رسیدگی به قتل و جرائم عرازل او باشه عمومی و انقلاب شهر ری انجام وظیفه می کردم. تو یکی از روزهای شهری ورماه که سرم حسابی شلوغ بود پرونده مفقود شدن سه کودک در منطقه قیام دشت شهر ری روی میزم قرار گرفت. با مطالعه پرونده متوجه شدم 24 ساعت از مفقود شدن سه پسر بچه که زیر نه سال داشتن میگذشت و خبری از اونها در دست نبود. خانواده اونها تو اتاقم به شدت بیتابی و گریه میکردن. به قدری با دیدن این صحنه متاثر شدم که برای لحظه ای خودم و جای این خانواده ها گذاشتم و با خودم گفتم اگه بچه تو بود چیکار کار میکردی؟ همین باعث شد تا با جدیت پیگیر این موضوع بشم. سه پسر بچه برای تفریح به کانال آبی که بین شهر ری و قیام دشت بود رفته بودند. اما به یک باره هر سه مفقود شده بودن. و همین دلیل دستور پیگیری دادم و معموران رو برای بررسی موضوع به محل مفقود شدن کودکان فرستادم. در جریان تحقیقات معمورا دو شاهد کم سن و سال پیدا شد. این بچه ها گفتن که روز حادثه دو پسر جوان به بچه ها که سرگرم بازی بودند نزدیک شده و به بهانه نشون دادن خرگوش خواستن که با اونها همراه بشن. اما اونها با زیرکی موفق به فرار از دست دو پسر جوان شده بودند، اونها مشخصات ظاهری دو پسر جوان رو به خوبی در خاطر داشتند، اما نه اسم اونها رو می و نه محل زندگیشونو. به همین دلیل فقط در مواجهه حضوری میتونستن مزنونان رو شناسایی کنن. به نظر میرسید همه چیز زیر سر همون دو پسر جوونه. اما اونها هیچ رد پایی از خودشون به جا نگذاشته بودن. همین موضوع روند رسیدگی به این پرونده رو سخت کرده بود. با این حال، دستور دادم مامورا با جدیت بیشتری پیگیر پرونده باشن و سرنخهای تازهی رو در این باره به دست بیارن. مدتی به همین ترتیب گذشت و من مصرانه پیگیر سرنخای تازه از این پرونده بودم. با دستوری که صادر کردم مامورا موظف بودن مدام اطراف کانال آب که محل وقوع جرم بود گشت بزنن تا اون که یه روز مامورا هنگام گشت زنی همراه با پسر بچه هایی که شاهد روبوده شدن دوستانشون بودن در اطراف کانال آب به پسر جوونی که دوربین شکاری به دست گرفته بود و داخل کانال رو رصد می کرد مشکوک شدن. انگار دنبال چیزی یا کسی می گشت. به سراغش رفته و وقتی دلیل کارش رو پرسیدن اون گفته بود که در حال تماشای کانال آبه و قصد دیگه ای نداره. اما بچه هایی که همراه معمورا بودن بیجر و شناسایی کرده و مدعی شدن که اون همون کسیه که همراه دوستش قصد دزدیدن اونها رو داشته. به همین دلیل بیجه دستگیر شد و ممورای پلیس اونو پیش من آوردن. اون روز به خاطر حجم کاری از افسر آگاهی خواستم 24 ساعت از بیجه بازجویی کنه تا شاید به نتیجه برسیم. افسری که رسیدگی به کار بازجویی از بیجه رو بر عهده داشت، کار کشته و با تجربه بود و پرونده های زیادی رو به سرانجام رسونده بود. اما تو حل این پرونده و گرفتن اعتراف از متهم به نتیجه نرسیده بود. با اطلاعات اشتباهی که بیجه بهش داد، افسر پرونده از مسیر تحقیقات منحرف شده و مطمئن شده بود اون بیگناهه. به همین دلیل بعد از ساعتها با فنی و پلیسی از بیجه به نتیجه نرسید و تنها مزنون پرونده مغور نیومد. اون نه دزدیدن کودکان و نه هیچ جرم دیگه رو گردن نگرفت و اعتراف نکرد. افسر آگاهی این موضوع به من اطلاع داد و گفت که بیج بیگناهه و اون کسی نیست که ما دنبالشیم. با شنیدن این حرف از افسر پرونده راضی نشدم و دلم آروم نگرفت. جنایات پاکدشت آتیش زیر خاکستر بود و پرونده های زیادی درباره آدم روبایی و قتل و آزار و اذیت کودکان وجود داشت که به نتیجه نرسیده بود. پرونده های قبلی رو تا حدودی مطالعه کرده بودم و شواهد نشون میداد روبوده شدن کودکان زیر نه سال شکل به قتل رسیدنشون و همه و همه کار یه نفر بوده. تنها مزنون ما بیجه بود و نمیتونستیم به سادگی از کنارش بگذریم. افسر پرونده به من گفت که نمیتونیم اونو تو آگاهی نگه داریم یا آزادش کنیم یا بفرستیمش زندان و بعدا تحقیقاتمونو ادامه بدیم. اما من قبول نکردم. یه حس درونی به من میگفت این جوون تو مفقود شدن کودکان نقش مهمی داره. از افسر آگاهی درخواست کردم بیجه را به اتاقم بیاره. وقتی اون روبروم نشست، جوونی ساده و مظلوم به نظر می رسید. سرش رو پایین انداخته و به کف اتاق نگاه می کرد. از افسر خواستم در رو ببنده و در طول بازجوییم از بیجه اجازه ورود به کسی رو نده. میخواستم اونو بیشتر بشناسم. به همین دلیل پرونده های دیگم و کنار گذاشتم. از جام بلند شدم و چند بار دور بیجه قدم زدم. شروع کردم به سوال پرسیدن ازش. اینکه چی کار است؟ مادر و پدرش گیان چقدر درس خونده و چیزای دیگه. بیجه با دقت و خیلی منطقی به همه سوالام جواب میداد و پرت و پلا تحویلم نمیداد. تو همون چند سال ساده فهمیدم که اون با شرایط و محل زندگیش که در کوره پسخونه های پاکتشت بود و وضعیت خانوادگیش احتمال اینکه بزهکار باشه خیلی زیاده اما به ظاهر ساده و آروم بود دوری که انگار هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. اما به نظر من اون زرنگ بود و خوب می دونست که چه جوابی به من بده از جوابهای بیجه متوجه شدم اسمش محمده مادرش فوت شده پدرش همسر دیگه ای اختیار کرده و سرپرستی یک کوره آجرپزی و کارگراش رو بر عهده داره. اونها توی اتاق در نزدیکی همون کوره پسخونه زندگی میکردن و پدر و پسر رابطه خوبی با هم نداشتن. بیجه عکسی از مادرش رو تو جیب لباسش داشت و گفت این عکس همیشه همراهش بوده. اون برام تعریف کرد یه روز از عصبانیت شناسنامه نامادریش رو پاره کرده بیجه انگار تحمل دیدن زنی دیگه به جای مادرش در زندگیشونو نداشت. بعد از اون وقتی پدر بیجه به خونه اومده نامادریش ماجرای شناسنامه رو برای اون تعریف میکنه. طوری که پدر بیجه با شلنگ و کابل به جونش افتاده و او رو تا حد مرگ کتک میزنه. به گفته یه بیجه پدرش با شگردهای مختلفی به جونش میافتاد و اونو کتک میزد. اما این تا وقتی بود که بیج سن و سال زیادی نداشت. اون که کینه زیادی از پدرش به دل داشت وقتی جوون تر شد دیگه به حرفای اون گوش نمی کرد و هر کاری دلش می خواست انجام میداد. داد. تو حرفای محمد بیجه متوجه شدم اون شش خواهر و برادر ناتنی داره و همیشه به اونها حسادت می کرد. اون با اصرارهای پدرش که او را از کودکی به کار در کور پسخونه مجبور کرده بود از درس و مدرسه فاصله گرفته و هر روز عقده و کینه های اون از پدر و بقیه اعضای خانوادش بیشتر می شد. همه این اطلاعات نشون میداد اون زندگی سختی داشته و پر از عقده و کینه بود. همچنین شرایط زندگی بیجه نشون میداد زمینه بزه رو میتونست داشته باشه اما همچنان به بیگناهی خودش اصرار داشت. به همین دلیل شروع کردم به رمزگشایی درونی بیجه. به اعتقاد من هر جنایتکاری گاف صندوقیه که رمز خاص خودشو داره و برای باز کردن اون باید این رمز رو پیدا کرد. اون چه از شخصیت بیجه دستگیرم شد این بود که اگر اون تا پای مرگم میرفت به هیچ جرمی اعتراف نمی کرد. پس بهترین راه روانشناسی اون بود. در ادامه گفتگوم از بیجه سوالاتی غیر مرتبط با موضوع پرونده پرسیدم. اینکه به چه درسی علاقه منده یا دوست داره چی کاره بشه و چیزای دیگه. اونم همچنان شفاف جوابم و میداد و هرچی رو که تو دلش بود میگفت. در ادامه متوجه شدم با منطق میشه از زیر زبون اون حرف کشید. به همین دلیل این بار بحث و به پرونده مفقود شدن کودکان کشوندم. چند مورد پرونده قدیمی وجود داشت که در اونها یا کودکان کشته شده و جنازهشون پیدا شده بود یا پرونده هایی که در اون فوت کودک مشکوک گزارش شده یا کودکانی که گم شده بودن و اثری از اونها به دست نیومده بود و من عقیده داشتم که همه این پرونده ها با هم در ارتباطن با شگردی خاص و به صورت غیر مستقیم درباره بچههایی که در تاریخهای مختلف مفقود و سپس جنازهشون پیدا شده بود سال کردم ازش پرسیدم در اون روز کجا بودی و چی کار میکردی؟ بیجه درباره یکی دو مورد از بچه هایی که کشته شده و جنازشون پیدا شده بود ذهنیت داشت. حافظش خوب بود و توضیح میداد که اون روزا کجا بوده. اما باید غیر مستقیم ازش سآل میشد تا جواب میداد. حدود دو ساعت بود که از گفتگومون میگذشت اما هنوز بیجه به جرمی اعتراف نکرده بود. تا اینکه در نهایت با صحبت هایی که بینمون رد و بدل شد بهش درباره ماجرای قتل یکی از بچه ها گفتم و اینکه این قتل با این مشخصات به نظر میرسه کار تو باشه. وقتی اینو شنید سکوت کرد اما انکار نکرد. دوباره این سآلو پرسیدم و بهش گفتم محمد درست میگم؟ این پسر بچه رو تو کشتی؟ لحظه ای مکس کرد و گفت بله کار من بود. با اولین اعتراف بیجه افسر پرونده که در گوشه ای از اتاق نشسته و شاهد گفتگوی ما بود از جاش بلند شد و از من خواست تا صورت جلسه کنیم اما من بهش اشاره کردم که صبور باشه هنوز کار من با بیجه تموم نشده بود من مطمئن بودم که اون تو پرونده های دیگم نقش داره ما در بین پرونده هامون بچه ای رو داشتیم که مدتی قبل از دستگیری بیجه هدف حمله ی فردی ناشناس قرار گرفته و به سرش ضربه خورده و در آی او بود. اما معلوم نبود که چه کسی بهش حمله کرده. از طرفی تو خیلی از پرونده هایی که جنازه کودکان پیدا شده بود، تحقیقات نشون میداد که اونها با ضربه جسم سختی که به سرشون وارد شده بود، جونشون از دست داده بودن. این کودک هم یکی از اونا بود، اما فوت نشده و او رو در حالی پیدا کرده بودن که نیمه جون روی زمین افتاده بود. خوشبختانه با انتقالش به بیمارستان کادر درمان اقدام به احیای کودک کرده و حالا پسر بچه تو آی سیو بود. نگاهی به بیجه انداختم و یک سری توضیحات درباره این پرونده بهش دادم و در نهایت ازش پرسیدم اینم کار تو بوده؟ و اون این جرم رو هم در کمال خونسردی قبول کرد. ساعتها از بازجویی بیجه میگذشت و دیگه خسته شده بودم. بازجویی خیلی فشرده ای بود و حدس میزدم بیجه به تنهایی در این جنایت ها مشارکت نداشته و فرد دیگه ای هم اونو همراهی کرده. مزنون دیگه این پرونده که اون هم دستگیر شد فردی به نام علی باغرزاده معروف به علی باقی و موتاد بود. بچه هایی که شاهد پرونده بودن اونو هم با بیجه بارها دیده بودند. هنگام مفقود شدن همزمان سکودک در کانال آب بیجه به تنهایی نمیتونست این کار رو کرده باشه و بدون شک هم دست داشت. از طرفی شاهدای ما از دو پسر جوان حرف زده بودن. به همین دلیل از اداره آگاهی خواستم ارتباط علی باقی رو با بیجه بررسی کنن. یک روز از این ماجرا گذشت و فردای روز بازجویی از بیجه مرخصی داشتم تا به کارای شخصیم رسیدگی کنم. اما اون شب تا صبح خوابم نبرد و مدام به بیجه فکر می کردم. به نظر می رسید یکی دو مورد نبوده و گسترده تر از اون چیزی بود که ما فکر می کردیم. صبح همون روز شال و کلا کردم و رفت دادم سمت آگاهی. اونجا متوجه شدم هیچ اطلاعات تازه ای از بیجه و علی باقی به دست نیمده و بیجه گفته بود هیچ ارتباطی با علی باقی نداشته و اونو نمیشناسه. اون تا اون لحظه فقط به همون دو مورد جنایتی که انجام داده و یکی منجر به قتل شده بود اعتراف کرده بود. بار دیگه از مامورا خواستم پرونده های بچه ها رو در اختیارم قرار بدن و در ادامه تلاش کردم تا ارتباط بیجه و علی باقی رو در خصوص قتل بچه ها کشف کنم. ساعت هشت صبح اون روز بیجه و باقی رو احزار کردم و توتاخایی جداگانه بازجویی از اون دو رو شروع کردم. امیدوار بودم ارتباطشون با همدیگه و قطرهایی رو که انجام داده بودن کشف کنم. به این ترتیب درباره پرونده های یک بار از علی باقی بازجویی می کردم و بار دیگه از بیجه. تا که با حرفای ضد و نقیزی که می زدن سرنخهای به دست آوردم و در نهایت به هر دوی اونها ثابت کردم که در دزدیدن و قتل بچه ها با همدیگه همدست بودن. من برای اونها درباره مفقود شدن سه پسر بچه به طور همزمان در حوالی کانال آب توضیح دادم و گفتم که چند نفر هر دوشون رو همراه هم هنگام آدم رو بایی دیدن و همین دلیل کم کم همدیگر رو لو دادن. من به صورت فشرده تا نه شب از این دو بازجویی کردم و در اوج ناباوری بیجه تصمیم گرفت اعتراف کنه. مقابلش نشستم و خواستم تمرکز کنه و با آرامش حقیقت رو بگه. اون به 27 مورد قتل و آدم روبایی اعتراف کرد و جزئیات اونها رو به همراه مشخصات قربانیانش گفت. اون روز شوکه شده بودم. هم از جزئیاتی که اون انجام داده بود و هم از حافظش. اون گفت که تو بعضی از قتلها علی باقی هم همراهش بوده اما همه ی جنایت رو خودش مرتکب شده. در بین لیست اونها دو زن و یک مرد هم وجود داشت. قربانیان بزرگسال اونها به نظر می رسید با علی باقی در ارتباط بوده و مواد مخدر بهش می رسوندن. اما بیج، اونها رو هم به قتل رسونده بود. در ادامه بازجویی ها بیجه اعتراف کرد که نه کودک رو به صورت مشترک با علی باقی به قتل رسونده. این اعتراف اون با تحقیقات ما نمی خوند. تو بررسی ها معلوم شد زمان به قتل رسیدن نهمین کودک علی به خاطر جرمی که مرتکب شده بود در زندان بوده و بعدها همین موضوع باعث شد که در دیوان عالی کشور او از قتل ها تبرعه بشه و این طور به نظر برسه که بیجه سعی داشته با این کار قتل رو به گردن اون بندازه. به همین دلیل بیجه به شلاق و اعدام محکوم شد و علی باقی به تحمل 15 سال حبس. علی باقی تو بعضی از این جنایت ها مجبور بود بیجه را همراهی کنه به نظر می رسید ازش می ترسید و این ترس باعث شده بود تو آدم روبایی ها مشارکت داشته باشه. در جریان رسیدگی به این پرونده چیزی که خیلی متعجبم کرده بود حافظه بالای بیجه بود. اون تمام مشخصات قربانیانش رو داشت و اینو وقتی فهمیدم که اونو با خانواده قربانیانش روبرو کردم. این لحظات بسیار تلخ بود. اما برای رازگشایی پرونده باید انجام میشد. خانواده ها وقتی ازش درباره لباس و مشخصات ظاهری فرزندشون میپرسیدن اون مو به مو جوابشون رو میداد. جواب های بیجه کاملا درست بود و خانواده ها وقتی حرفای های اونو میشنیدن شروع به گریه میکردن. بیجه تعریف کرد که بعد از روبودن تومه هاش اول اونها رو آزار می کرد و اذیت میکرد و بعد با ضربات سنگ قربانی را از پا در می آورد. اون جسد یک سری از قربانیانش رو تو چاه ها یا محل ریختن زایات رها می کرد و عده دیگر رو تو کوره های آجرپزی بیرحمانه می سوزند. به همین دلیل دیگه اثری از بعضی اجساد که در کوره سوزونده شده بودن نبود. شاید یکی از انگیزه های قوی بیجه برای انجام این جنایات سیاه و شکل بسیاری از قتلهاش به اتفاقی مربوط میشد که در هشت سالگیش برای اون رخ داده بود. اون اعتراف کرد که در اون زمان دو مرد افغان بهش تجاوز کرده و بعد با سنگ به سرش ضربه زده بودند. اونها با خیال اینکه بیجه مرده اونو رها میکنن. اون اون زمان از مرگ حتمی قصر در رفت اما بعدها در 19 سالگی باعث مرگ خیلی از کودکان زیر نه سال شد. چهار روز از دستگیری بیجه و اعترافات سیاهش میگذشت که از پاک دشت که محل وقوع جرم ها بود نیابت قضایی به ما داده شد تا درباره پرونده قتل پسر بچه دیگه از بیجه تحقیق کنیم. من بعد از مطالعه پرونده متوجه شدم این بچه هم یکی دیگه از قربانیان بیجه بوده که در بازجویی ها به قتلش اعتراف کرده بود. بعد از اون به اونها اعلام کردم که این قتل و قتل 26 نفر دیگه که در حوزه پاکدشت و شهر ری رخ داده، کار اون بوده و به همه اونها اعتراف کرده. از اونجا که بیشتر جنایت ها در پاکدشت رقم خورده و محل سکونت بیجه هم بود، از لحاظ قانونی رسیدگی پرونده با پاکدشت بود و بعد از یک هفته پرونده بیجه را تحویل مقامات قضایی پاکدشت دادیم. خیلی زود خبر قتلای زنجیری کودکان پاکدشت جنجال به پا کرد و به رسانه‌ها رسید. بیجه و سریالیش تیتر یکی خیلی از روزنامه ها شد و مردم رو به وحشت انداخت. پرونده بیجه یکی از سختترین و فجیعی ترین پرونده هایی بود که تا اون لحظه برهده داشتم و خوشحال بودم که اونو قبل از به قطر رسوندن کودکان دیگه بازداشت کردیم و ازش اعتراف گرفتیم. به نظرم عوامل بسیاری دست به دست هم داده بود تا محمد بیجه قاتل بشه. اون از نظر عاطفی دلبستگی زیادی به مادرش داشت اما رفتار پدرش باعث به وجود اومدن کینه در اون شده بود اون میتونست خیلی راحت کودکانو به قتل برسونه شاید یه دلیل اون آزار و اذیت بیجه در هشت سالگیش بود اما عوامل دیگه ای هم در جانی شدن اون نقش داشت اون شناسنامه نداشت و اونو گم کرده بود در هشته سالگی عاشق دخترموش شده بود اما این علاقه به نتیجه نرسیده و شکست روحی خورده بود در این بین هرگز کسی نبود که بهش کمک کنه و برخلاف ای که به درس خوندن داشت فقط تا کلاس پنجم درس خونده و از اون به بعد مجبور به کار در کور پسخونه شده بود اون سالها زیر دست پدرش کار میکرد اما وقتی جوانتر شد دیگه به حرفای اون اعتنایی نداشت و تو کور پسخونه بیکار میگشت در جریان همین بیکاری ها و اتفاقاتی که پیش از این در زندگی بیجه افتاده بود اون نمیتونست شادی بچه های دیگر را تحمل کنه به همین دلیل اون از سکوشی و حیوان آزاری جنایت های سیاه خودش رو شروع کرد اون تومه جلوی سک ها مینداخت و بعد از گلو اونها رو میگرفت و با دست خفشون میکرد اما این کار اونو آروم نکرد و در نهایت سراغ بچه ها رفت اون بچه ها رو به بهانه نشون دادن کبوتر، خرگوش یا هر چیزی سمت خودش میکشوند و بعد اونها رو به محل خلوتی می برد و سپس با آزار و اذیتشون اونها رو به قتل می رسند. اون برای کشتن قربانیانش اول از سنگ استفاده می کرد. بعد که با ماده شیمیایی سود سوزاور آشنا شد از اون استفاده و این ماده را به بدن بچه ها تزریق می کرد. بیجه تا مدت با همین شگرد قربانیانش را از پا در می آورد تا اینکه با سیانور آشنا شد. اون با تهیه سیانور اونو به خورد قربانیانش میداد و سپس رهاشون می کرد. جنایت های بیجه خیلی زودتر از این باید کشف می شد. در دومین قتلی که وی مرتکب شده بود، معمورا وارد عمل شدن. همه چیز علیه اون بود. چون که همه شواهد نشون میداد اون باعث قتل قربانی بوده. زمان وقوع دومین قتل همسایه بیجه بنایی داشت و پسرش برای گرفتن چند وسیله به خونه بیجه فرستاد. اما اون موقع بیجه تنها بود. اون تخته بنایی رو به پسر بچه داد و بهش گفت اینو ببر و بعدن بیا بوشگر رو ببر. پسر بچه هم به حرف اون گوش کرد. اما وقتی برای بردن وسیله دوم برگشت بیجه اونو به سمت لونه ی کبوترا هل داد و بعدم با آزار و اذیت پسر بچه اونو به قتل رسوند. در آن قتل همه چیز علیه بیجه بود اما رسیدگی به شکایت خانواده کودک با نواقصی همراه بود که باعث شد اون قصر در بره و به جنایاتش ادامه بده. این کاملا تقصیر پلیس بود. با مطالعه پرونده های قبلی متوجه شدم بیجه بارها دستگیر و آزاد شده بود اما هیچ وقت به هیچ جنایتی اعتراف نکرده بود. هیچ کسی باورش نمیشد که اون قاتل باشه. حتی وقتی اون رو به جرم جنایات سیاهش دستگیر و اعدام کردن، کسایی که او رو میشناختن باورشون نمیشد بیجه دست به قتل زده باشه. اونها میگفتن بیجه پسر آروم و مظلومی بوده و آزارش به هیچ کسی نمی رسیده. اما در پس این خاکستر آروم آتشی نهفته بود. درسته که کار تحقیقات و بازجویی من از بیجه تموم شده بود. اما من هنوز سوالات زیادی تو ذهنم باقی مونده بود که باید جوابشونو از این قاتل زنجیری به دست می آوردم. سرنوشت اون در نهایت اعدام بود اما باید بیش از این درباره بیجه اطلاعات کسب می کردم. به همین دلیل چندین بار دیگه و به بحانه های مختلف به سراغش رفتم تا جواب خیلی از سوالاتی رو که تو ذهنم بود از بیجه بگیرم. چهار ماه از دستگیریش میگذشت. یه بار ازش پرسیدم اگه دستگیر نشده بودی چند نفر دیگر رو می کشتی؟ اونم جواب داد بالای دیویس کودک. گفتم در طول یک سال و نیم بیست و هفت نفر رو کشتی. چطور تو این چهار ماه بالای دیویس نفر رو می کشتی؟ اون جواب داد چون سیانور به دستم افتاده بود و قربانیانم راحت می کشتم. بیجه تو خیال خودش فکر می کرد برای انجام جنایت های سیاهش معموریتی داره. اون طوری جانی شده بود که یک بار مدعی شد دو روز پشت سر هم دست به جنایت زده و دو پسر بچه را به قتل رسونده. وقتی من ازش درباره قتل یک زن و دو مرد پرسیدم گفت اون زن مواد فروش بوده و به علی باقی مواد میفروخته. به همین دلیل بعدها به سراغ او و دو نفر دیگه که اونها هم با باقی در ارتباط بودن رفته و سه نفرشون رو به قتل رسونده تا دوستشو معتاد نکنن. اون مدعی بود که از جنس مخالف و مواد فروش ها و افرادی که خود فروشی میکردن به شدت متنفر بوده. و همین دلیل اون سه زن و مرد رو به قتل رسونده. بیجه خودش نهل سیگار بود و نه مواد مصرف میکرد. اون قصد جون خیلی رو کرده بود و علی باقی و برادر کوچکترش هم تو لیست اون بودن. وقتی از بیجه درباره برادر هشت سالش پرسیدم، اون گفت از برادرم متنفرم. بیجه چشم نداشت برادر ناتنی کوچکترش رو تو رفاه و آسایش ببینه. به همین دلیل تو ذهنش قصد کشتن او رو هم داشت. حتی دو نفر از دوستان برادرش رو که برای درس خوندن به خونه اونها رفت آمد داشتن هم در فرصتی مناسب به قتل رسونده بود. بیجه اونقدر دست به قتل زده بود که دیگه براش همه چیز عادی شده بود. اون به قربانیانش رحم نمی کرد. یه بار ازش پرسیدم تا به حال دلت برای هیچ کدوم از قربانیات نسوخته؟ جواب داد فقط یه مورد. پسر بچه‌ای که اصالتا کرمانشاهی بود. اون گفت همه قربانیان قربانیانش زمان مرگ گریه و به اون التماس میکردن. اما اون پسر بچه نه تنها گریه نکرد بلکه برای زنده موندن مبارزه کرد. بیجی از شجاعت اون پسر بچه خوشش اومده بود و میگفت که از التماس کردن قربانیام حالم بد میشه. بیجه شخصیت عجیب و پیچیده ای داشت. با گذشت سالها از وقوع جنایات وحشتناک اون هنوزم اعترافاتش و چهرش تو خاطرم هست. هنوزم تحت تاثیر اون پروندم و با دیدن هر بچه کم سن و سالی به قربانیان بیجه فکر می کنم. که شاید اگه زنده مونده بودن الان مردانی جوون بودن و می تونستن زندگی خوبی داشته باشن. از طرفی شاید اگه بیجه با اون هوش و استعداد به مسیر درستی هدایت می میتونست به جای یک جنایتکار به انسان شریفی تبدیل بشه اون در آخرین روزهای قبل از ادامش از من تشکر کرد و گفت که ممنونم که بیش از این اجازه ندادی پروندم سنگین بشه روز ادامه بیجه منم حضور داشتم و اون اونقدر خون سرد بود که یکی از برادران قربانیا از روی خشم و نفرت به سمتش حمله کرد و با چاقو ضربه ای از پشت به کتفش زد خانواده های ها پر از خشم و نفرت بودند. اونها حق داشتند. پرونده های قتل های کم نیستند، اما پرونده بیجه فجی ترین اونها بود. چرا که قربانیان اون همه کوچیک بودن و قدرت دفاع از خودشون در برابر بیجه رو نداشتن. به نظر شما آیا اگر بیجه زندگی بهتری در کودکی داشت و اون اتفاقات در کودکی براش نیفتاده بود آیا باز هم به چنین قاتل بیرحمی تبدیل می شد؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پاینده باشید.